شما به عنوان یک والدین، شما به عنوان یک معلم، شما به عنوان یک همکار چگونه میتونید به شاگرد کمک بکنین که این اختلال در خواندن رفع بکنه؟ خوشبختانه جناب آقای پایانی تشریف آوردن، ان شاءالله از حضور ایشان استفاده خواهیم کرد. عرض سلام دارم خدمت شما آقای پایانی، خیلی خوش آمدید. تشکر زنده باش خانم حسینی عزیز. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز. عرض سلام و از بخیری خدمت تمام بینندگان عزیز. امیدوار هستم که ایام به کام باشه و کانون خانواده شان گرم و صمیم باشه. ان شاء الله. خرسند هستیم از حضور شما جناب آقای پایانی. باز مدت ها در خدمت شما هستیم. تشکر از حضورتان. شما رو زحمت دادیم با موضوع تقویت مهارت خواندن در شاگردان، یک موضوع اساسی در بحث موفقیت تحصیلی که واقعا باید مورد توجه قرار بگیره. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که از چه زمانی باید توجه بکنیم به مسئله مهارت خواندن، یعنی از زمان ابتدایی که فرزند ما به مکتب میره باید به این اصل توجه بکنیم یا نیازمند به مرور زمان هست؟ البته مسئله ای را که ما می‌خوایم یک مقدار در مورد توضیحات شما قبل از اینکه ما واقعا شما وارد برنامه شما شنیدم، ما در ویداچار یک اختلالی هم هستیم جز اختلالات خواندن و نوشتن است به نام نارساخوانی، که من عملا امروز نمیخوایم در مورد مشکل نارساخوانی صحبت بکنم که اصلا نارساخوانی و نارسا نوشتن چی هست و نارساخوانی عوامل ارثیش چیست و به چه صورت است و چه نقشی رو دارد، اما در مورد بحث مشخص خود ما که در مورد به تقویت مهارت‌های خواندن است که مربوط به کلگی از اطفال میشن بدون در نظر گرفتن کودکان نارساخوان میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم. اما در مورد سوال مخصوص شما، پیشرفت کودک باید از همان زمانی که وارد محیط تحصیلی میشه باید به صورت مداوم مورد نظر قرار بگیره. سه عامل اساسی در پیشرفت تعلیم و تربیت کودکان کاملا مهم است. یک، محیط خود مکتب است. بله. که محیط مکتب باید عاری از هر گونه استراب باشد، که کودکانی که معمولا مضطرب هستند یا دچار استراب جدایی از مادر هستند و یا دچار مشکلات عاطفی که در محیط از خانواده میباشند نمیتونن در محیط مکتب استراب‌ها و استرس‌های خودشون رو کنترل کنن. پس این در تعلیم و تربیت کودک و در یادگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن تأثیر مستقیم برای کودک می‌ذاره. این بحث برمیگرده به قبل از او، یعنی آمادگی کودک برای محیط مکتب. اگر والدین بتوانن قبل از اینکه اطفال خودشان چه وارد محیط کودکستان بشن چه وارد محیط مکتب بشن او را آماده بکنن، یعنی از لحاظ عاطفی محیط کودکان محیط مکتب رو برای کودکان خودشان آرام، مسون و امن ساختن. پس در اینجا ما دچار به این نتیجه میرسیم که پیشینه بهتری وجود داره برای اینکه کودک زودتر و بهتر وارد نظام تعلیمی و تربیتی شود و در نتیجه این کودکان دچار اختلالات خواندن و یا دچار نوشتن اختلالات نوشتن نمیشن. اینا کودکانی هستن که به صورت با انگیزه وارد محیط مکتب میشن و از همون ابتدا خودشان با علاقه تمام مطالب درسی رو یاد میگیرن. مسئله دوم محیط خانواده است و خود خانواده است. محیط خانواده بسیار محیط یعنی خود خانواده یک محیطی است که باید تکمیل کننده نظام تعلیم و تربیت در مکتب باشد. بله. بسیاری از والدین عزیز معمولا وقتی که کودکان خودشان را وارد مکتب میکنند تمام پروسه تعلیم و تربیت را به مکتب و معلم صنف میسپارند و هیچ گونه ارزیابی، یعنی که کودک در محیط مکتب چی میگذره به او و خانواده کارخانگی داره، امروز چی رو خوان، چی رو مطالعه کرد، معمولا هیچ گونه ارزیابی و نظارتی وجود ندارد. پس در اینجا نقش تکمیلی رو خود خانواده در بر داره که خود خانواده معمولا باید نقش تکمیلی رو در این زمینه داشته باشن تا بتوانن کودک کتاب بتوانن کودک رو کمک و یاری کنن. گزینه سوم خود کودک است. خود کودک چه سنی وارد مکتب میشه؟ آیا آمادگی داره؟ اختلالات عاطفی داره؟ محیطش چیست؟ بهره هوشی کودک چیست؟ ظرفیت یادگیری کودک چیست؟ آیا کودک قبل از او به چه صورت بوده؟ بعد از او به چه صورت هست؟ یعنی تمام این سه عامل، یعنی محیط مکتب، خانواده و خود کودک، تعیین کننده ای هستند که آیا کودکان ما درست میآموزند و چطور ما پیشرفت رو میتونیم داشته باشیم. اما وقتی که کودک وارد مکتب شد، پس نظارت و ارزیابی کردن پیشرفت کودک وظیفه هم نهاد مکتب و مدرسه و نهاد خانواده هست. و اینکه کودک دچار چه ناهنجاری های روانشناختی در محیط مکتب با سازگاری محیط جدید باشه، با همکاری و همیاری که بین مکتب و خانواده وجود داره این مشکلات رو میتونن کاملا مرفوع بسازن و اون چیزی رو که ما میگیم، یعنی سازگار شدن با محیط مکتب و پیوستن به نظام تعلیم و تربیتی در کودک سریعتر صورت میگیره. بهبود و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان از وظایف اصلی نظام‌های آموزشی است، زیرا خواندن وسیله فهمیدن است
و ارتقای این مهارت باید یکی از نتایج و پیامدهای قطعی آموزش باشد. طوری که دیگر نیازمند برنامه‌های تکمیلی برای بهبود سواد خواندن دانش آموزان نباشیم. اکنون با توجه به اهمیت این موضوع، مهارت خواندن در چه مقطعی باید مورد توجه و تاکید مربیان مکاتب باشد؟ توجه به مهارت خواندن و نوشتن از همون مقطع ابتدایی، یعنی شروع نوشتن یا همون مقطعی که شناسایی آوا یا همون صداها یا حروف الفبا شروع میشه باید انجام بگیرم. به این معنا که زمانی که شاگرد در مقطع آمادگی یا صنف اول هست، وقتی حروف به او شناسایی شناسانده میشه و اونها با طرز نوشتار حروف آشنا میشن، باید بتونن اونها را بخوانن. متاسفانه اشتباه رایجی که در مکاتب ما وجود داره این هست که همه شاگردان ما کوشش میکنن که حفظ بکنن. به همین خاطر هر وقت نام مبارک اغلب مشاهده می شود دانش آموزی مطلبی را می خواند یا اولیای او عقیده دارند مرتب درس می خواند اما نمی فهمد، یا دانش آموز دیگری با وجود این که تلاش می کند اما در امرا نویسی مشکل دارد. تمام این اشکالات برمی گردد به ضعف دانش آموز در روحانی و آگاه نبودن او بر روش مطالعه. اما چه راهکارهایی برای تقویت سواد خواندن چنین دانش آموزانی وجود دارد؟ بدر شیرینم، سویت و شام سحر میبینم. یک شاگرد وقتی در قسمت روانخوانی و روحانی دروس مشکل داره و به صنف بالاتر رسیده، یعنی از صنف اول تا صنف دوم یا سوم ارتقا کرده، ولی هنوز در بخش روانخوانی و شناخت حروف مشکل داره، ما تهیه کاربرگ داریم. کاربرگ هایی که هم در صنف کار میشه و هم کارخانگی داده میشه در خانه کار کنه. و در قسمت تهیه کاربرگ باید اول از قسمت آسان شروع کنیم و به مراحل سخت‌تر بریم و در صنف کار شود ترکیب حروف، صداها و صداهای کوتاه و بلند بشناسن، بعد از او اینا را بتونن که حل کنن. قسمت کارخانگی مربوط والدین میشه که بفهمن ضعف فرزندشان در کدام قسمت است. مهارت در خواندن یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازهای یادگیری دانش آموزان و خصوص در دوران ابتدایی است. توانایی درک مطلب، تفسیر و نتیجه گیری از متون درسی و غیر درسی دانش آموزان را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می‌سازد تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند. درست خواندن و یادگیری آن مستلزم مهارت‌هایی است که گاهی اطرافیان نیز در آن دخیل هستند. اکنون سوال اینجاست که رسانه‌ها که بیشترین توجه کودک را به خود جلب می‌کنند، چگونه در افزایش مهارت خواندن نقش دارند؟ فرضاً بعض از برنامه‌های آموزشی، مسابقات آموزشی را اگر رسانه‌ها برنامه‌ریزی کنند، از این طریق شاگردان می‌تونند که به مطالعه و روحانی خودشان علاقه‌مند شوند. ایجاد انگیزه در قسمت روحانی شاگرد خیلی مهم است. اگر رسانه‌ها کار را کنند، فرضاً کتابخانه‌هایی که تأسیس می‌شود یا مکاتبی که امکانات خیلی خوبی را داره، اگر رسانه‌ها فرضاً تبلیغات داشته باشند از کتابخانه‌های مشهور در شهر و یا از مکاتب که امکانات خوب دارن، از این طریق تمام دانش آموزا میتونن که فرضاً علاقه پیدا کنن. ولی آنچه والدین میتونن برای تقویت مهارت خواندن در فرزندانشان انجام دهند عبارتند از بازی کردن با سامان بازی‌های الفبایی، تماشای برنامه‌های تلویزیونی با زیرنویس، خواندن کتاب قصه، شعر و سرود، بازی با کلمات، خواندن تابلوها و علائم ترافیکی در خیابان برای دانش آموز، شرکت دادن کودکان در بحث‌های خانوادگی و غیره. می‌بینیم خیلی از شاگردانی که متأسفانه ضعف دارن در خواندن. عزیز شما علت چی می‌تونه باشه یا عوامل؟ آنچه که در محیط افغانستان و در نظام تعلیمی و تربیتی افغانستان باید بررسی شود، این عوامل یک تعداد قابل توجهش برمی‌گردد به نظام تعلیم و تربیتی و سیستم تعلیمی که در محیط مکاتب وجود داره. متأسفانه ما در محیط مکاتب می‌بینیم که یکی از مشکلاتی که وجود دارد، اصول صنفی یکی از مهمترین نیازهای کودک است و در حقیقت بنیان و پایه و اساس تعلیم و تربیت و خواندن و نوشتن در صنف اول، دوم و سوم انداخته میشن. بله. اما متاسفانه در محیط افغانستان و در نظام تعلیمی و تربیتی افغانستان معمولا معلمان بی تجربه و معلمانی که در تجربه کافی در تدریس رو ندارن و معلمان جوان رو و میارن برای اصول صنفی، و همین مسئله از یک سو دیگه ناسازگاری خود کودک با محیط مکتب،
از یک سو استراب ها و اختلالات عاطفی که کودک با مشکلات خودش وارد مکتب میاد و از سوی دیگه کم تجربی معلم در مدیریت کردن سن و سازگاری با کودکان ناسازگار باعث میشه که کودکان عملا جذب محیط تعلیمی و تربیتی نشه و نوع بیزاری از نظام آموزشی در کودک ایجاد شود. یکی از مهمترین عامل هایی که در نظام تعلیم و تربیتی افغانستان و در شرایطی که ما در زندگی میکنیم وجود دارد، بله، نارسایی نظام تعلیم و تربیت در ایست که اختلالات خواندن و نوشتن یاد میگیرند و متاسفانه خیلی از استادانی که وارد اصول صنفی میشن استادانی هستن که تجربه کافی و تجربه تدریسی در زمینهای مختلف ندارن، در صورتی که معلمانی باید در اصول صنفی به کار گماشته شوند و تجربه اصول صنفی را داشته معلمانی باشند که تجربه کافی کار کردن و تدریس کردن را داشته باشند. تدریس کردن در صنف اول، دوم و سوم کاملا متفاوت با دیگر سنف‌ها است. در صنف اول، در صنف دوم معلم باید از مسائل بسیار عادی و ابتدایی در تعلیم و تربیت استفاده کنه که ما می‌بینیم روش‌های ساده هست، از کوچ ساده به بلند میشه، روش‌های آواشناسی هست، روش‌های هجاشناسی هست و روش‌های ترکیبی و طبیعی که معلم باید کاملا به اونها مسلط باشه تا بتونه مشکلات خواندن و نوشتن کودکان خودشان رو حل کنه و کودکان بیاموزن. اما متاسفانه ما می‌بینیم که وقتی که کودک ما از صنف اول رخصت میشه بسیاری از کلمات ساده را قادر به خواندن او نیست. در حقیقت خواندن و نوشتن و صحبت کردن از دو چیز تشکیل شده، یکی تجزیه و ترکیب. کودکی که بتونه کلمات تجزیه کنه به حروف و بتونه کلمات ترکیب کنه پس توانایی خواندن و نوشتن رو پیدا میکنه. بله. پس بعد کودکان باید در صنف اول و ابتدایی یاد بگیرن چطور تجزیه میشه و چطور ترکیب میشه و بتونن اول با از طریق یادگیری حروف الفبا که به صورت درست الفبا رو میآموزن بتونن از تجزیه به ترکیب برسن. اما در رویکردها بعضی از رویکردها از ترکیب به تجزیه است، یعنی تفاوتی وجود نداره. اما در مجموع کودک باید تجزیه و ترکیب رو یاد بگیره تا بتونه بخونه و به صورت درست بنویسه. اما ما میبینیم که خیلی از معلمین ما تجربه کافی برای تجزیه و ترکیب کلمات رو ندارن. پس اینجا میبینیم که یکی از نارسایی‌ها و عواملی که باعث ایجاد نارساخوانی و باعث مشکلات خواندن در کودکان میشه بی تجربی و ناکف با بی کفایتی نظام تعلیم و تربیت و مکتبی است که در اون میاد. از سوی دیگر محیط مکتب باید به گونه ای باشه که ما ببینیم ساعات تحصیلی معمولا در لیسه هایی که معمولا تعداد دانش آموزان در اون زیاد هستن ساعات تحصیلی بسیار کم است، یعنی بیشتر از 3 ساعت نیست، که میبینیم در هر زنگ تفریح بیشتر از 30 دقیقه یک تنگ تفریح وجود داره که در این 30 دقیقه به دلیل حجم زیاد متعلمی که در داخل یک صنف است معلم در حقیقت در فکر مدیریت صنف میمونه، اونم با بچه‌های شوخ، با بچه‌هایی که نوارد مکتب شدن. پس می‌بینید اینها از اختلالات و از آسیب‌های تعلیمی و تربیتی در آسیب‌های تعلیم و تربیتی در اصول صنفی است. پس یک بخش قابل توجهش که باعث میشه کودکان ما دچار اختلالات خواندن شود نارسایی سیستم تعلیمی و تربیتی است. بله. بحث دوم برمیگرده به مسئله خانواده. زمانی که خانواده خودشان به اندازه کافی برنامه‌گذاری لازم برای تعلیم و تربیت اطفال خودشان ندارند، آمادگی های لازم رو ندارن، محیط خانواده متشنج هست، کودک با اختلالات عاطفی، اختلالات روانی و بسیار از مشکل واحد نظام صنفی میشن، کودک پرخاشگر، کودک ناسازگار، کودک و و و وارد محیط مکتب میشن، پس میبینه این کودک در حقیقت از محیط خانواده به دور انداخته شده. یعنی خانواده به مدت این که یک مدت کودک خوشان در محیط نباشه او رو وارد یک محیط دیگه میکنه به نام مکتب. پس کودک برای آموزش و تعلیم تربیه هدف نیست، کودک دور شدن از این محیط است. پس میبینید بسیاری از مشکلاتی که در درون خانه است که ما در برنامه های قبلی ما گفتیم تبلور مشکلات خانوادگی در درون خانه در محیط مکتب است و تبلور مشکلات تعلیمی کودک در محیط مکتب در محیط خانه تبلور پیدا میکنه. پس ببینید مشکلاتی که کودک با خودش وارد محیط مکتب میکنه چه تأثیری میذاره؟ تأثیر در تعلیم تربیه، خواندن، نوشتن کودک میذاره و در اینجا میبینه کودک با خواندن دچار مشکل میشه، کودک نمیتونه بنویسه، کودک تکالیف ساده رو نمیتونه انجام بده. و عامل بعدی بهره هوشی و مشکلات ارثی است که کودک با خودش داره. بعضی از همون با توجه به همون مسئله کودک است که در تقسیم بندی قبلی خود ما گفتیم، بعضی از کودکان بهره هوشی کمتری دارن، بعضی کودکان بهره هوشی بیشتری دارن، بعضی کودکان اجتماعی هستن، بعضی کودکان اجتماعی نیستن، بعضی کودکان حافظه تصویری خوبی دارن، میتونن خوب یاد بگیرن، خوب ثبت کنن، بعضی کودکان حافظه تصویری خوبی ندارن، بعضی از کودکان مشکل در تمرکز و دقت دارن، بعضی از کودکان مشکل در تمرکز و دقت ندارن. بله. بعضی از کودکان میتونن در محیط خودتر سازگار شن، بعضی کودکان نمیتونن با محیط سازگار شن و تمام عواملی که مربوط به خود کودک هست تأثیر میذاره در محیط در مسئله خواندن و نوشتن و یادگیری کودک در مجموع. معمولا
حالت مثبت چیست؟ خانواده خوب است، محیط مکتب آموزنده و پذیرنده است و کودک هم بهره هوشی لازم و ظرفیت لازم برای یادگیری وجود داره. پس در اینجا اگر این سه عامل وجود داره، پروسه خواندن و نوشتن و یادگیری و تعلیم تربیت به صورت درست پیش میره. در صورتی که اختلال در یکی از این مسائل ایجاد شود، چه در کودک، چه در محیط مکتب، چه در محیط خانواده، پس در اینجا تاثیر مستقیم او بر روی اختلالات خواندن و نوشتن کودک است. یعنی هم سه عاملی که میتونن تاثیر گذار روی تقویت، میتونن روی ضعف هم تاثیر گذار. عامل های اساسی ضعف خواندن و نوشتن کودک است. شاید سوال همه بیننده‌ای باشه و منتظری باشن که واقعا راه حل چی هست. اگر فرزندی باشه یا شاگردی باشه که مشکل حاد و جدی داشته باشه در خصوص خواندن، چگونه میتونیم مشکل مرتفع بسازیم و در واقع مهارت تقویت یا تقویت مهارت خواندن از چه راههایی میتونیم به دست بیاریم؟ خانم حسینی عزیز، اجازه بدید که ما در اگر نظر شما باشه و کارگردان برنامه، ما در برنامه‌های آینده خودمون در مورد یک اختلال به نام نارسخوانی صحبت بکنیم و در مورد اختلالات خواندن و نوشتن که بینندگان عزیز دقیقاً حس کنن که وقتی که ما در مورد اختلالات خواندن و نوشتن صحبت می‌کنیم، 18 عامل عاطفی که در این تأثیر می‌ذاره چیست و طبقه بندی اختلالات خواندن و نوشتن چی هست، یعنی نارسخوانی چیست، نارسانوشتاری چیست و بعضی از مشکلات دیگه‌ای که کودکان در زمینه‌های مختلف خواندن و نوشتن دارن کدام‌ها هستن. بعد از اون ما میایم سر هر کدام اینا نارسخوانی رو چطور می‌تونن حل کنن که اختلال حادی هست میتونیم صحبت کنیم مفصل. اما امروز به صورت کلی ما صحبت میکنیم که چطور ما میتونیم این رو تقویت کنیم که کودک ما به صورت بهتر بتونه بخونه و در مورد نوشتن کودک فعلا صحبت نمیکنیم، در مورد تقویت مهارت های خواندن کودک بیشتر صحبت میکنیم. مهمترین راهکار اینه که ما قبل از اینکه کودک ما وارد محیط مکتب شوارد محیطی که از خانواده جدا میشه، میبینیم که در طول 7 سال تمام کانون خانواده مهمترین کانونی هست که کودک در اوست. پس آمادگی روانشناختی کودک برای سازگار شدن با محیط جدید بسیار مهم میباشه که این مسئولیت والدین عزیز است که کودک خودشان را سازگار کنن قبل از اینکه وارد مکتب میشه برای محیط مکتب و قرار گرفتن در محیط جدید او را آماده بسازن. یک سری معلومات قبلی، مکتب چیست؟ کتابچه چیست؟ بکس مکتب چیست؟ معلم کیست؟ مکتب کلاس روم چیست؟ یعنی همسنفی ها کیستن؟ میز مکتب چیست؟ ساعت های تفریح چیست؟ مطالب درسی چیست؟ تمام اینا کودک آماده میشن و در واقع کودک زودتر سازگار با محیط مکتب میشن. توجه داشته باشید، کودکان باید یاد بگیرند که بخوانند تا بعداً بتوانند بخوانند که یاد بگیرند. در حقیقت از آنجا که خواندن ابزار پایه‌ای تمام دروس است، در تمام ناکامی‌های تحصیلی می‌توان ردپای ضعف در مهارت‌های خواندن را مشاهده کرد. درباره راه‌های تقویت مهارت خواندن در شاگردان صحبت می‌کردیم با جناب آقای بارایزی و یکی از موضوعاتی که اشاره کردن بحث تأثیر مکاتب، خانه و خود شاگرد میتونه باشه و همچنان منتظر صحبت های ایشان هستیم. جناب آقای بارایزی اشاره کردین یکی از عواملی که میتونه در واقع نقش داشته باشه در بحث تقویت خواندن خود بحث شاگرد میتونه باشه. صحبت شما رو میشنویم. خواهش میکنم پایندگی کس. جناب آقای پایندگی. البته در مورد ای که صحبت کردیم، از جمله ای که آمادگی کودک با محیط مکتب خیلی شرط اساسی است که بسیاری از اختلالاتی که کودک در آینده ممکنه با او دچار شود رو ما پیشگیری کردیم و درمان کردیم در آینده. بعد از اینکه کودک در محیط مکتب قرار گرفت، تا جایی که ما میتونیم باید استراب ها و استرس های کودک رو از محیط مکتب کاهش بدیم. بعضی از والدین هستن زمانی که کودکشان روز اول، هفته اول میارن، میگه که بیا ببینیم کارخانگی چی برات داده، چه کار کردی، معلم چی بود. ببین استرس رو به کودک تزریق میکنن و این استرس تزریق کردن به کودک باعث میشه که کودک دچار اختلال در خواندن شود. یکی از روش‌هایی است که ما توقعی این نداشته باشیم که ما عاجل به حال خواندن باشن. همگام با سیستم ما باید بفهمیم که سیستم آموزشی که کودک در او تحت تعلیم و تربیت قرار می‌گیره به چه صورت است. یعنی معلم مکتبی که در اصول صنفی هست توانایی لازم برای آموزش رو داره یا نداره. اگر ما دیدیم او رو داره، ببینیم که چه روشی استفاده میکنه و در دایره کودک ما چی نوشته شده برای اینکه در خانه مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیره. بسیاری از والدین که هستن خوب است که مثلا ما در کنار خود کودک خودمون بشینیم و بسیاری از حضور آواشناسی رو کنیم. کودک زمانی که میشنوه و خوبه که بیان کنه. در اصول صنفی دیدی کودکان وقتی که یک خط به عنوان الف میکشن، او رو به صورت اتومات میکشن. بله. بعد این غلط است. اگر ما به کودک خودمون یاد بدیم که این الف است، آه آه، و از همونجا بگیم مثلا ا مثل ادب، ا مثل آب. ببینید تداعی کردیم با کودک خودمون، پس یک قدم کودک خودمون رو ما به پوش بردیم
که کودک وقتی کلمه الف رو یاد گرفت با خطوط ساده، بعد کلمه ب کوچک و ب بزرگ یاد گرفت، هم بتونه تجزیه کنه هم بتونه ترکیب کنه. پس در اینجا میبینیم ما کودک رو ضمن اینکه قبل از اینکه با محیط قرار بگیره و با کلمات جدید روشن بگیره، از طریق گوش ما کودک خودمون آماده کردیم که این کلمه ممکنه که آب باشن، یا الف 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 الف، ب کوچک ب بزرگ. ببین کودک هم میخونه هم نوشتن، یعنی همراه با نوشتن خواندن لازم است. همراه با نوشتن باید لازم است. اما بسیار والدین دیدیم میگه برو کارخانگی تا انجام بده، طفلک در خانه میره خط 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 میکنه، به صورت اتومات چندین سفر رو پر میکنه و بدون اینکه بفهمه که چی رو نوشته کرده. و زمانی که کودک وقتی که ترسیم میکنه باید او رو بخونه. وقتی که الف می نویسه، الف مثل آب آب آب، ب بابا بابا، بعد کوشش کنه که بار مثبت داشته باشن. در زمانی که ما تعلیم کرده بودیم در ایران به ما گفتن بابا آب داد بابا نان داد، بعد ما یاد گرفتیم که بابای ما آب میده بابای ما نان میده، این دایرهش وسیع تر بسازن. خب بعد این مسئله باعث میشه که کودک ضمن این که تداوی میکنه به صورت یک بازی شروع کنه به ترسیم کردن. کلا فعالیت خواندن و نوشتن برای کودک باید لذت بخش باشه. این نقش والدین عزیز است و نقش معلمان عزیز است که محیط مکتب رو به گونه ای بسازن که آموزش برای کودکان لذت بخش و به عنوان یک فعالیت تفریحی قرار بگیره. خیلی مسئله مهمی است. کودکی که در صنف اول و دوم قرار میگیره، بیشتر از آن که خودش پایبند به اصول و مقررات مکتب بسازه، دوست داره که لذت ببره. همه ما همیالی اگر ما از برنامه خودمون لذت نبریم، شاید برای ما زجرآور باشه بخوایم انجام بدیم. پس اصل لذت بردن از فعالیت هایی که ما داریم و کودکان دارن بسیار مهم هست. پس کوشش کنیم که او به صورت یک تفریح و به صورت یک اصل لذت که کودک خودش میگه کارخانگی رو انجام بده و کوشش میکنه اون رو انجام بده انجام بده. برای شروع بهتر است که وقتی که کودکان بعضی کلام شروع میکنه از کتاب های تصویری ما استفاده کنیم. کتاب های تصویری که معمولا ما کودک خودمون رو مثل این که با جملات بسیار ساده، مثل این که پروانه پرواز کرد، پروانه پرواز کرد، پروانه، یا مثلا کلمات دیگه‌ای که داره بسیار ساده، ضمن این که اون کلمات ما ترسیم میکنیم که کودک در حال پرواز کردن پروانه، به کودک خودمان کلمه پروانه رو نشان میدیم، پرواز نشان میدیم و کردم نشان میدیم. بعد کودک در اینجا به صورت اتومات میسونه یاد میگه پروانه پرواز کرد و ایره تداعی میکنه و ربط میده به پرواز کودکان. بعضی از بازی به همون طریقی که کودکان سن نشفسش پیدا میکنه، بعضی از بازی ها رو میتونن انجام بدن، از جمله خواندن پلاکارد های سرک ها. مثلا در اینجا چی نوشته کردن، فرد بر مثال ما در یک محیط هستیم، بیا یک بازی انجام بدیم، کلمه پ کجاست، یا کلمه مثلا آب کجا نوشته شده، یا بعضی از کلمات رو میتونن بنویسن به صورت استیکر در بالای چیز بالای کودک، در بالای تخت کودک، یا یک دیوار میتونن نصب کنن، بگن مثلا کلمه آب، کلمه بابا، کلمه ای، و کودک اونا رو تمرین کنن. پس به این صورت این فرایند تعلیمی و تربیتی و خواندن و نوشتن به صورت یک سرگرمی و تفریح برای کودک در میاد و کودک ضمن این که بسیار از اختلالات و استرابایی رو که داره یاد میگیره که به صورت درست، به صورت من به صورت بازی بتونم اون رو انجام بدم. یکی دیگه از راه‌ها قصه خوانی برای کودک. قصه خوانی برای کودک باعث میشه کودک بشنوه و شنیدن کاملا بر روی مهارت خواندن تاثیر داره. یعنی چند مهارت، مهارت دیدن، مهارت شنیدن و مهارت خواندن کاملا با هم دیگه مرتبط هستن. و کودک ما وقتی که میشنوه میتونه کلماتی که میشنوه رو او رو به صورت درست ادا بکنه. پس میبینیم که او رو قصه خواندن میتونه باعث تقویت مهارت خواندن در کودکان شود. پس یاد ما باشد استراب ندیم. محیط انجام کارخانگی و مطالعه کردن برای کودکان خودمان به صورت سرگرمی و تفریح در بریم که اصل لذت در او رعایت شود، کودکان از او فعالیت لذت ببرن. کودکان خودمان مجبور به خواندن و نوشتن نکنیم که پس میزنه، این رو کوشش کنیم که در تایم های و وقت هایی کار انجام بدیم که کودک آمادگی لازم برای زمینه رو داشته. مسئله بعدم خود کودک است. کودکانی که معمولا به صورت پویا و کوشا علاقمند هستند به اینکه بخوانند و کارخانگی خودشان انجام بدن، اینا معمولا پیشینه بهتری برای خواندن و نوشتن دارن. پس در اینجا کار مادران و والدین عزیز هم آسان‌تر هست، راحت‌تر میتونن همراهی و همیاری با کودک باشن بکنن. بعضی از کودکان میبینیم علاقه به خواندن و نوشتن ندارن، پس در اینجا کار والدین سخت‌تر هست، به خاطر اینکه اینو باید برای کودک لذت بخش بسازن و به صورت یک بازی کودکان خودشان رو قادر بسازن تا بتونن به صورت درست بخونن و بشنون و وقت لازم رو در طول روز برای خواندن و نوشتن داشته باشن. در مجموع از طریق بازی کردن و بازی دادن و کودکان، اینکه ما کودک با کودکان خودمون بازی کنیم و کودکان خودمون بیاموزنیم و وارد مرحله خواندن و نوشتن کودکان خودمون شویم، میتونه مهارت‌های خواندن و نوشتن خودمون کودکان خودمون رو تقویت کنیم.
و ای که در بحث های دیگه که ما چندین روش داریم، از جمله روش های از ساده به بزرگ، از ساده به پیچیده، که بعضی از کلمات ساده رو به کودک میدن، بعد از اون کم کم کلمات رو دایرش کلانتر میسازن. روش های دیگر روش های آواشناسی و هجاشناسی هست که اول آواها و هجاها رو به کودک میآموزن، بله. و تجزیه و ترکیبات و روش ترکیبی. روش های دیگر روش طبیعی هست که ما در برنامه بعدی ما که در مورد اختلالات خواندن صحبت کردیم، این روش ها رو کاملا ما برای بینندگان عزیز توضیح میدم که از کدام یکی از روش ها و تلفیقی میتونن استفاده کنن تا اینکه مهارت ها خواندن خودشان در کودکان خودشان افزایش بده. بسیار خوب. جناب آقای پایدنی، در واقع یک روش یا یک طریقه‌ای که وجود داره و در واقع هدف همه هستش که شاگرد می مهارت خواندنش خوب شد، بس همخوانی هست. حالا یک شاگردی یا خود معلم یک مثل رو میخونه و یعنی هدف این توجهش اینه که اون شاگردای بعدی یعنی دست ناخن خود برن زیر اون کلمه ها و تکرار بکنه. این همخوانی آیا میتونه مفید باشه و در واقع در مهارت خواندن کمک بکنه یا نه؟ یکی از فعالیت هایی که معمولا در مکاتب صورت میگیره همینی که شما عنوان کردی، همخوانی است. همونطوری که عنوان کردیم، کودک وقتی که میشنوه میتونه بخونه. یعنی همخوانی کردن با معلم تأثیر بسیار زیادی بر این وجود داره که کودک بتونه اون کلمه رو یاد بگیره. چه در آموزش زبان انگلیسی چه در آموزش زبان، کلن همخوانی کردن باعث میشه که کودکان به صورت درست بتونن ادا کنن و به صورت درست بتونن ضبط کنن. کودکان وقتی که به صورت درست کلمه رو میشنون میتونن به صورت درست اون رو ادا کنن. تا اینکه کودکان خود ما با خودشان با روش‌های مانند ترکیب کردن کلمات مثل بابا بابا با. او یه دفعه میگه بابا یا پدر، پدر یه دفعه میگه پدر. پس در حقیقت کودکان اینه که وقتی که بشنون، این باعث میشه که کودکان ما مهارت‌های خوندن کودکان ما تقویت شود و ساده شود. من توصیه میکنم که از فعالیت‌های همخوانی هم میتونن استفاده کنن در مکتب، و خوب است که والدین عزیز از این همخوانی کردن در محیط خانه هم استفاده کنن. یعنی با طفل خودشان همخوانی کنن تا اینکه طفل خودشان به صورت درست خواندن کلمات رو یاد بگیرن و کم کم میتونن مهارت‌های دیگه ای رو افزایش بدن. معمولا مهارت‌های خواندن در صنف اول استفاده میشه زیادتر و در سنوات بعد معمولا کمتر از اون مهارت همخوانی استفاده میشه. اما در سال اول معمولا به خاطر اینکه کودکان نیازمند به همخوانی هستن، معمولا روش مفیدی برای یادگیری کودک و افزایش تفاوت مهارت خواندن. شاید به عنوان آخرین سوال بشه جناب پایدنی، که خواهم سوال شما که 2.5 دقیقه وقت داریم. بعضی از در واقع شاگردا و همین فرزندا هستن که در وقت خواندن با وجودی که بلدن اما دقت و لازمه ندارن، یعنی کلمه را میبینه و یک چیزی اضافه یا کم خودش هم تو میخونه، یک نون یک بی خودش اضافه میکنه. به نظر شما خوب است که در همون لحظه یک اشتباه میکنه والدین یا معلم اشتباهش در همون لحظه بگیره، یا بهش فرصت بده تا آخر بخونه و دوباره بهش بگه که حالا بخون ببین کجا را اشتباه کردی؟ البته این در مورد روش هاست. خب اما اگر یک کودکی رو ما داریم که کلمه ای رو نمیخونه یا کلمه ای رو اضافه میکنه، در اینجا باید ببینن که آیا این روشی که کودک استفاده میکنه در خواندن همیشگی است و یا بر روی یگان دفعه اتفاق میفته. اگر کودک همیشگی از این مثل استفاده میکنه، نارساخان است. ای که کودک نارساخان ما به چه صورت تفاوت میکنیم ایسته که همیشه کم و زیاد میکنن معمولا کودکان، یا کلمه بعضی کلمات رو نمیتونن، بعضی از آواها مانند کاف یا یا رو نمیتونن ادا کنن، در مجموع نارساخان هستن. بله. یک جا کلمه رو نمیتونن به صورت درست ادا کنن. اجازه مهارت هایی هست که معمولا اون رو استفاده میکنن، اما این که بستگی به کودکان داره. بعضی از کودکان اگر ما سریع او رو اصلاح بکنیم، باعث میشه که عزت نفس کودک کاهش پیدا کنه و یا خجالت ها و شرمندگی هایی که کودک در این زمان داره معمولا به او اضافه شود. خوب است وقتی که کودک ما به صورت غلط میخونه، ما اصلاحش کنیم. فرض بر مثال که یک جمله مثل این که پروانه، مثل جمله غربی ما پروانه پرواز کرد، اگر کودک ما این رو به صورت غلط میخونه، خوبه که یک بار دیگه ما او رو بخونیم بدون اینکه به کودک تذکر بدیم که کودک غلط خوانده. یعنی به صورت مستقیم کودک متوجه مشکل خودش نسازیم، چون ممکنه که کودک احساسات و افکار منفی در وجود داره، چون این تجربه اول کودکان ما هست. خوب است که جمله رو ما یک بار به صورت شمارده مثلا پروانه پرواز کرد، پس کودک بخوایم که دوباره تکرار کنه. اگه بار دوم بود میگیم یک کم دقت کن، پروانه پرواز کرد، یعنی این جمله رو به قدر مطابق کودک به صورت درست بتونه اون رو ادا کنه. در این صورت کودک یاد میگیره که جمله به صورت درست ادا شود. اما اگر میبینید کودک واقعا داره اضافه میکنه و نمیتونه توانه داره، پس او کودک نارساخان هست و او تکنیک های خاص خودش رو داره. بسیار خب، سپاسگزاریم که شما جناب آقای پایدنی که شما موضوعاتی که اشاره کردیم بحث نارساخانی و نارسا بودن در نوشتنم کوشش میکنیم به بحث بگیریم اختلال خواندن در نوشتن چون با حضور شما سپاسگزاریم از صحبت شما استفاده کردیم. برای شما روز موفقیت دارم. خدا نگهدار.